از بین تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن، پتاسیم از اهمیت بیشتری برخورداره. بدن ما به مقدار 4700 میلی گرم از این ماده معدنی را رو در روز نیاز داره. اما متاسفانه، به دلایلی که در ادامه ذکر می کنم، بدن اکثر افراد با کمبود این ماده مهم روبروست. امروز این کلیپ که تحقیقاتی است که از مقاله‌ای با عنوان دستیابی به فواید پتاسیم بالا تهیه شده رو با شما به اشتراک میذارم. کمبود این ماده معدنی باعث خیلی بیماری ها در بدن میشه. در ادامه یک کلیپ توضیح میدم چرا این ماده مدنی در بدن کاهش و از چرا هایی میتونیم روزانه مقدار مورد نیاز پوتاسیوم رو دریافت کنیم؟ ظاهرا هزاران سال پیش در عصر حجر انسان بسیار بیشتر از 4700 میلی گرم پوتاسیوم مصرف میکرده. در واقع شواهدی وجود داره که نشون میده انسان ها روزانه تا 15 هزار میلی گرم پوتاسیوم مصرف میکردن که حدود چهار برابر مقدار متوسط پوتاسیومیه که ما امروز باید مصرف کنیم. بیایید در گام اول بررسی کنیم ابتدایی ترین عواقب کمبود این ماده مدنی در بدن کدامن؟ پوتاسیوم از کلیه ها در برابر بیماری های کلیوی بی محافظت میکنه. اگه قبل از ابتلا به بیماری های کلیوی مقدار کافی پتاسیم مصرف کرده باشید یه جورایی محافظت کننده در برابر بیماری های کلیویه پتاسیم از قلب در برابر انواع مشکلات محافظت میکنه رگ ها رو این اضاف پذیرتر نگه میداره و به جلوگیری از سکته مغزی کمک میکنه بدن ما دو برابر بیشتر از سدیم به پتاسیم نیاز داره پتاسیم برای پمپ سدیم پتاسیم نیازه که در تک تک سلول های بدن ما وجود داره تا به تقویت سیستم عصبی کمک کنه. به همین دلیل اگر احساس خستگی می کنیم پوتاسیوم بدن ما کمه. اگر به نمک حساسیت دارید که بهش عدم تحمل نمک میگن منش اینه که شما فقط به پوتاسیوم بیشتری نیاز دارید. اما مهمترین اثری که پوتاسیوم در بدن داره حفاظت در برابر دیابته. چون پتاسیم باعث میشه انسولین به میزان طبیعی افزایش پیدا کنه که برای تنظیم قند خون بهش نیاز داریم پس اگر کمبود پتاسیم داشته باشیم خطر ابتلا به دیابت به شدت افزایش مییابه رابطه بین پتاسیم و دیابت بسیار مهمه و اگر درگیر مقاومت به انسولین و دیابت هستید این نکته بسیار براتون حائز اهمیت خواهد بود یکی از داروهای رایجی که برای فشار خون بالا تجویز میشه تایازای تیکس نام داره. افرادی که فشار خون بالا دارن این قرص رو به خوبی میشناسن. این داروهای فشار خون خطر ابتلا به دیابت رو در شما ایجاد میکنن. فکر میکنید این موضوع پزشکان رو از تجویز این دارو منصرف میکنه؟ اما نوع دیگری از دارو برای فشار خون وجود داره به نام ایس انهیبیتر یا بازدارنده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین. این مدل قرص فشار خون خطر دیابت رو کم میکنه. سوال اینه چه اتفاقی داره میافته؟ چرا یکی از داروهای فشار خون خطر دیابت رو افزایش میده و دیگری خطرش رو کم میکنه؟ همه چیز مربوط به کاریه که این داروها با پوتاسیوم انجام میدن. دیورتیک تایازایدی پوتاسیوم بدن رو کاهش میده. اگه مثل خیلی از مردم رژیم غذایی شما پوتاسیوم کمی داره و این دارو رو هم مصرف میکنید، به احتمال زیاد از سطح پتاسیم بسیار پایینی بخوردار هستید و بدون پتاسیم کافی انسولین نمیتونه به خوبی ترشح بشه بنابراین وقتی پتاسیم کمی داریم مقدار انسولین کمتری داریم و وقتی انسولین کافی نداریم سطح گلوکوز در خون بالا میره که اسمش دیابته گروه دوم قرص های فشار خون کارشون اینه که جلوی از دست رفتن پتاسیم بدن رو میگیره منظور قرص فشار خون مبدل تانسینه این قرص با افزایش سطح پتاسیم به کاهش فشار خون کمک میکنه پس این قرص اثراتی روی پتاسیم داره پس چرا به جای مصرف قرص ها خودمون شروع به مصرف پتاسیم نکنیم چرا باید دارویی برای افزایش پتاسیم مصرف کنیم بنابراین ما باید فراتر بنگریم و ببینیم که واقعا مشکل اساسی کجاست افراد زیادی هستند که با مصرف پتاسیم از شر مشکل فشار خونشون خلاص شدن و همچنین افراد زیادی هم وجود دارند که با مصرف پتاسیم قند خونشون رو بهبود بخشیدن پس اگر مشکلات فشار خون و گلوکوز دارید احتمالا پتاسیم یکی از مهمترین مواد مدنی که باید مصرف کنید اکثر پتاسیم یعنی حدود 98 درصد در داخل سلول هاست بنابراین ما نمیتونیم با یک آزمایش خون متوجه بشیم آیا وضعیت پتاسیم خوبی داریم یا خیر. باید یک آزمایش دیگه انجام بدید که اسمش تست پتاسیم درون سلولیه. علایم کمبود پتاسیم گاهی بسیار مبهمه. و خصوص در ابتدا ممکن ضعف در دیافراگ داشته باشیم که روی تنفس ما تاثیر میذاره و نفس کشیدن رو سخت میکنه. احساس خستگی و تپش قلب هم از علایم اولیه کمبود پتاسیمه. اما اگر شرایط کم بود پوتاسیوم حادتر بشه، تبدیل به فشار خون بالا میشه و خطر سکته مغزی افزایش پیدا میکنه. کم بود پوتاسیوم باعث احتباس مایات میشه و حتی میتونه ها رو نابود کنه و خطر سنگ کلیه رو افزایش بده. چون پوتاسیوم به نگه داشتن کلسیوم از شریانها و دف با ادرار کمک میکنه. چون گاهی اوقات وقتی افراد آزمایش ادرار میدن سطوح بالایی از کلسیوم در ادرار خود دارن که به نوعی محیطی برای تشکیل سنگ کلی است بذارید قبل از اینکه به منابع غذایی و روش تامین پتاسیم اشاره کنم باز هم اندکی بیشتر دلایل کمبود پتاسیم در بدن رو توضیح بدم اگر پنیسیلین مصرف می کنید باعث کمبود پتاسیم میشه رژیم غذایی کتوژنیک یکی از سالمترین رژیم های غذایی دنیاست. اما باید توجه کنید اگر در ابتدای این رژیم هستید یعنی قصد دارید کربوهیدرات ها را کم کنید ممکنه دچار کمبود پتاسیم بشید. چون این رژیم غذایی همراه با دفع زیاد آب بدنه که به همراه اون آب شما در حال از دست دادن پتاسیم بدن هم هستید. حتی در ایالات متحده مردم 60 درصد از کالری روزانه خودشون رو از غذاهای فراوری شده تامین میکنن که هیچ ماده مغذی نداره. غذاهای فسفودی فقط کالری علکی با کلی سدیم رو پمپاژ میکنن و تقریبا صفر میلی گرم پتاسیم دارن. اگر به چشم افرادی که از رستوران های بیرون میان نگاه کنید، اطراف چشمشون متورم شده و سالم به نظر نمیرسند. همچنین اونها قدرت باتری سلولیشون را از دست دادن به همین دلیل خسته راه میرن. اگر شما بخواید پتاسیم را از مکمل ها تهیه کنید فقط 49 تا حد اکثر 99 میلی گرم در هر قرص پتاسیم وجود داره. پس ما برای رسیدن به 4700 میلی گرم روزی باید چند عدد قرص مصرف کنیم؟ حدود 47 قرص که کاملا عمل اشتباهیه. پتاسیم در موز و سیب زمینی هم وجود داره موز حدود 300 میلی گرم پتاسیم داره اما این میوه فروکتوز بالایی داره که مشکلاتی رو ایجاد میکنه یک سیب زمینی متوسط حدود 600 میلی گرم پتاسیم داره که میدونید اون هم به دلیل نشاسته زیاد مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد اما یک فنجان سبزی برگدار بین 500 تا 800 میلی گرم پتاسیم داره شما باید 5 تا ده فنجان انواع مختلف سبزی های برگدار را مصرف کنید تا مقدار پوتاسیوم زیادی دریافت کنید. یعنی در واقع یکی از دلایل اصلی کمبود پوتاسیوم مصرف نکردن سبزیجات زیاده. چالشی که من شما رو به انجامش دعوت می کنم اینه که فقط به مدت یک هفته شروع به مصرف غذاهای سرشار از پوتاسیوم کنید. اگر از سبزی ها خوشتون نمیاد میتونید انواع شیک درست کنید که ترکیبی از کلم کالی به همراه بلوبریه که البته دستور عملهای مختلفی برای تهیه این شیک های سبزیجات وجود داره خوردن سبزیجات به این روش بسیار آسان تره و خودتون کم کم متوجه میشید که بسیاری از علائم در بدنتون ناپدید میشن آووکادو هم منبع خوبی از پتاسیمه و راه دیگر تامین پتاسیم استفاده از پودرهای الکترولایت که میزان مناسبی از پتاسیم را در خودشون داشته باشند. پودرهای الکترولایت معمولا توسط ورزشکاران استفاده میشه چون بر اثر طریق زیاد مواد مدنی از جمله سدیم و پتاسیم را از دست میدن